اهل مجنون. سال 58 یه آقای برگشت که ورتشی هایی که از زمان طاغوت موندن رو بریزیم بیرون و اونایی هم که خارج از کشورن حقوقش رو قطع کنیم. یه آقای به نام شهید چمران ملن شد گفت آقای حسن روحانی حواست باشه چی میگی. من یه آقای رو میشناسم به نام صیاد شیرازی. شهید چمران گفت من پشت سر یه سروانی هست به نام صیاد شیرازی پشت سرش نماز میخونم و تفسیر قرآنش از خیلی از شماها بهتره. اون موقع که خرمشهر داشت سقوط میکرد یکی از بچه های ارتشی ما تو انگلستان داشت دوره تکاوری میکرد. به فرمان امام خمینی خوشو به خرمشهر رسود. تو چند روز 164 تا از تانکای دشمن رو منهدم کرد. میدونی صدام درباره ایشون چی نوشته تو خاطراتش؟ نوشته محمد علی صفا خرمشهر را به گورستان تانکای ما مبدل کرد. بعد شهادت ایشون فرمانده پادگان تکاوری انگلستان دستور میده مجسمه ایشون رو بسازن و ورودی پادگان انگلستان بذارن و دو روز سه روز پرچم انگلستان رو نیمه برافراشته کنن. شهید محمد علی صفا. این شهید اینا مجسمه ایشون اهل بجدود کرماند بود. ایشون رو میشناسید؟ شهید سید علی اقبالی فرمانده شهید بابایی سرگوش شهید سید علی اقبالی. تو وقتی که عراق تانگاشو چیده داره به خرمشهر حمله میکنه با هواپیمای خودش میره و تو خود خاک عراق صدام رو اذیت میکنه. صدام دستور میده ایشون رو زنده بگیرن و بیارن براش. هواپیماشو بزنن زنده سقوط میکنه دستگیرش میکنن. صدام دستور میده دوتا جیب بیارن یه دست و یه پاشو به یه طرف جیب یه دست و یه پاشم به یه طرف جیب از وسط دو نصفش میکنن. نصفش تو مسل عراق شهید سید علی اقبالی. درسته؟ شادی روش صلوات الله جمله آخر دو تا جمله دیگه بگم آخر نه چهار تا جمله زیاد بگم پنج شده در تا زیاده چای لازم میشم یه صلوات دیگه بفرستیم الله محمد از قاسم سلیمانی میدونید چی میگفت؟ میگفت باید به این بلوغ فکری برسیم که دیده نشدیم کسی که میخواهد ببیند نبیند. شهید ابراهیم عادی چی میگه؟ میگه مشکل ما این است که برای رضای همه کار نکنیم الا رضای خدا. شهید خرازی تکمیل ترش میگه یه کار اگر برای خداست پس گفتم برای چی؟ اگر تو محل کارتون تو مدرسه‌تون دارین یه رفیقتون لقمه نیاورده لقمتون رو نصف کردیم نیازی نیست به بقیه بگیر آقا من امروز لقمه‌مو نصف کردم بذاری خدا بگیر باشه؟ یه منطقه تو عراق که مسیحی نشین بود داعشی‌ها گرفتن حاج قاسم خودش شخصا وارد میدان میشه و اون منطقه رو دست داعشی‌ها نجات میده. میدونین یه بانوی مسیحی رو دیوار کلیسا چه می‌نویسه؟ می‌نویسه یا مریم مقدس آسوده بخواب که دیگر مسیح را به صلیب نمی کشند چرا که فرزندان زهرا آمدند. جمله آخرم حضرت آقا میگه اگر میخواین از سیمخاردارهای دشمن رد بشوین اول باید از سیمخاردارهای نفستون رد. بعد حضرت آقا گریه میکنه و میگه من این جمله را نگفتم. یه بسیجی همدانی به نام شهید علی چیتسازی ها میگه حالا این بسیجی کجکولی به شما چی میگه؟ امروز روز سیمخاردارهای دشمن عوض شده شده اینستاگرام و تلگرام و واتساپ و من و تو هر وقت در روین اینستاگرام رو میزنیم حواستون باشه دشمن سیمخاردارهایی مثل مسیح علی نژاد ساسیمانکنها تتلوها و شیعه های انگلیسی و طلبه های انگلیسی گذاشتن تا ایمان هامون از همون بگیرن. راهش چیه؟ گوش به فرمان سید علی دادن در مسیر امام زمان بودن احترام به پدر و مادر نماز اول وقت و زیارت عاشورا خوندن. انشاءالله در مسیر امام زمان باشه. برای سلامتی خودتون خانوادتون رهبرمون سید علی خامنه‌ای و پسر فاطمه دردانه حضرت زهرا امام زمانمون اجماعا صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. بچا عکس شهیدا رو بگیرید. بله من قبل از اینکه عکس بهتون بدم یه چیزی بگم. من یه روز تو محل کارم نشسته بودم حضرت آقا فرمودن
یاد و خاطره شهدان رو نگه داریم، تلاش کنیم کمتر از شهادت شهدا از رو به رو. بله، حالا هر کدوم از شما ها دوست دارم راوی هر شهیدی که براتون افتاد، من نفر یه عکس شهید نیت میکنیم بهتون میدم، تک تکتون راوی شهدا بشین انشاءالله. درسته؟ تا مردان عنکبوتی و بتمن ها رو کوچیکتر از شما ها نشناسن، به جاش ابراهیم هادی و شهدای دیگه رو بشناسن. درسته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نیاز قاسم شهید اجدی وقت که پیکرش رو میارن، حضرت آقا میگه تاجران ترین مرگ شهادت هست. شهید اجدی ما سرش رو بریدن، با سرش فوتبال بازی کردن، فیلم گرفتن و برای خانوادش فرستادن. مواظب باش شهید بزرگواری. شهید امین حاج امینی که دیگه من زیر پای شهید حسین مویز بلا میدم، شهید بابک نوری هریس، شهید سجاد زبرجدی میگه از کود... اگر تو سن کودکی مسجد نمیرفتم معلوم نبود مسیر زندگیم چه شکلی میشه. شهید حسین مویز بلا میدم. حالا هر کم دوست شهیدی که افتاد خاطره خاص ازش بگیم. هر چی جمع آقا چا گرفتی یه دقیقه. آره اونا که گرفتی آره مهدی ها همش یکی بی نمیشه قاسمان مهدی ها یکی بده من قاسمان مهدی ها بهتر شایسته چه رفتی داره همش یکی بده بده مهدی ها همون همون محل بازی بچه هاست، بچه های دهه 90 که مستکبرین عالم رو دارن میزنن، تیربارون میکنن. ان شاء الله روزی همه بشه. بیایید بیشتر. یا علی التماس تو، خدا نگهدارتون.